سرخط مهمترین خبرها، حکومت برای قانونی گردانی اموال باز نیم سال دیگر فرصت داد. باز مناقشه در میانی نورسان، یک نفر کشته و 9 کس بازداشت شد. و بی‌آبی در یک ناحیه هممرز با قرقیزستان. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرها از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزاد تقدیمتان می شود. امروز 23 ایون است. حکومت تاجیکستان مهلت اجرایشی قانون درباره عفو اموال را نیم سال دیگر دراز کرد. مجلس نمایندگان پلاته پایانی پارلمان 21 ایون پیشنهاد حکومت را در این باره قبول کرد. بر اساس تغییرات نو، شهروندان می توانند اموال غیر قانونی از جمله خانه های بی اجازت بنیاد شده و دارایی های در خارج داشتهشان را تا ماه ینوری سال آینده قانونی کنند. قانون عفو اموال سال 2021 قبول شده بود و حکومت یک مرتبه مهلت آن را دراز کرد. فردوس طالبزاده، معاون یکم رئیس بانک ملی، در نزد وکیلان از قانون نو توصیف کرده گفت در مدت قریب 2 سال عملی آن 5.2 میلیارد سومانه دارایی قانونی کرده شد. اما طالبزاده درباره این مبلغ و دارایی ها شرح زیاد نداد. مقامات امید دارند که با عمل کردن قانون عفو اموال می توانند سرمایه داخلی را به اقتصاد جلب کنند، آن هم در شرایطی که سرمایه گذاران خارجی به کشور کمتر می آیند. پارلمان تاجیکستان به یک نهاد زیرتابع شهرداری دوشنبه امتیاز داد. بر اساس تغییرات نو به قانون بودجه، کارخانه واحد دولتی آید به استحصال، خرید، ذخیره و فروش محصولات نیازی اولیه در شهر دوشنبه، هنگام وارد کردن محصولات نیازی اولیه تنها نصف انداز از ارزش اضافه شده را می سپارد. سرور قربانیان، معاون وزیر مالیه، گفته است این کار با هدف تنظیم نرخ محصولات در بازار گرفته شد. اما حجم مبلغی که کارخانه زیرتابع شهرداری از پرداخت آن آزاد می شود فاش نشده است. معاون وزیر مالیه گفته است رویخط محصولات وارد می شده را حکومت تصدیق می کند. پارلمان تاجیکستان سالهای گذشته نیز برای تنظیم نرخ محصولات در پایتخت با کارخانه های زیرتابع شهرداری دوشنبه امتیاز داده بود، اما شکایت ها از بلند بودن نرخ محصولات در بازار به خصوص در عرفه عید و جشن ها در پایتخت زیاد است. امتیازها بعد نیازهای زیرتابع شهرداری در حال است که از سال 2017 به این طرف رستم امام علی پسر پرزیدنت پایتخت را رهبری میکند. ریاست کارهای داخلی دوشنبه جزئیات مناقشه نورسان در دوشنبه را شرح داد. سراج الدین شکوری، سخنگوی ریاست، در یک برنامه تلویزیونی گفت حادثه در کوچه علیشر نوایی دوشنبه رخ داده است. به گفته منبع، بهروز دولت و صالح ذاکرجانزاده اول در شبکه اینستاگرام با هم بحث کرده، بعدن یکدیگر را به واخوری دعوت میکنند. ذاکرجانزاده 3 و دولت باشد 4 رفیق دیگرشان را گرفته به جای تعیین شده میآیند. مقامات میگویند آنها با کارد مسلح بودند. در وقت مناقشه که در نزد مرکز بازی های کامپیوتری رخ داد، یکی از نورسان صالح ذاکرجانزاده را لتوکوب کرده 2 مرتبه با کارد به بدنش میزند. بر اساس خبری رسمی، بهروز دولتوف هم به شکم صالح یک ضربه دیگر میزند و اخیری از خونروی زیاد میففتد. مقامات گفتند در پی این حادثه 9 نفر را بازداشت کردند و تحقیق قضیه آنها ادامه دارد. مناقشه میان نورسان و جوانان در کشور به خصوص در شهر دوشنبه سالهای گذشته هم زیاد رخ داده است. مقامات میگویند برای از بین بردن این حالتها کاربری دارند، اما مشکل تا حال از بین نرفته است. ای هموطنی عزیزتر از جان، ای یوسفی امروزین کنعان، بیرون ز وطن چی حال داری؟ بیا و از روزگارت ما را آشنا کن. بینندگان عزیز، اگر شما دور از تاجیکستانید و از نازکی های مهاجرت آگاه هستید و میخواهید دیگران نیز بدانند، پس این برنامه برای شماست. روزگار مهاجر، مطابق شوی با محیط نو، قصه های انسانی و سبق های حیات. بینندگان عزیز، نخستین برنامه روزگار مهاجر فردا پخش می شود. برنامه را می توانید در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. کشاورزان در یک ناحیه هممرز با قرقیزستان از به آب ماندن صدها گکتر زمین هایشان شکایت دارند. آنها می گویند که از جانب همسایه کشور تقریبا آب به کشورشان جاری نگردید و از حاصل زمین هایشان باز ماند. مقامات ولایت سغد خبر دادند که این مسئله را با همتایان قرقیز در میان گذاشتند. فرزان محمدی از پایانوب کانال خواجه به قرقان گزارش می دهد. صدها درختان دهقانان ناحیه جبار رسولوف امسال خشک شده و میوه هایش پژمرده‌اند. خواجگیداران دهه مدنیت هممرز با قرقیزستان میگویند نه از کشت و نه از حاصل نیال های پروریده‌شان امسال امید حاصل ندارند.
این سال یگان بار حالا آب خوردگی نیست. آب چی دیدگی هم نه. چی باید که آب نیست های. پیشتر از قرغستان قطعی معمولا نغز بود. از قرغستان آب می آمد. از قرغستان آب خریدیم و یا می بیارد پلاش می دادیم آب می داد. حاضر اکن کجا یک تا پشه گذاشته نمی موند. و از در دهه های مرزی تاجیک آباد و زرفشان این ناحیه نیست چنین است. کشاورزان این منطقه میگویند صرف و خراجاتی که برای زمین های کشاورزیشان کردند بر هدر رفت. ساکنان منطقه های نزدیک مرزی تاجیکستان میگویند که بیشتر از دو ماه باز قرغیزستان انتقال آب پالیزی را برای آنها قطع کرده بود. همین یک هکتار 5000 10000 فایده میکردیم. این سال یگان فایدهش نیست. رسخات خودش نمیپوشد. گندم کشتم 250 کیلو غله گرفتم. لالی میشود. اگه دو لینگه کربمی زده باشیم زدیم آب نشود سوخت تریخ من که پجر شد. این سو هیچ این سو غیره تماشا کردیم زمینه. نه پلی افتیم پرت افتیم نه ایچی لیش نه من. دیگری ها کردن از خود بکرم. مسئولان اداره آب ناحیه جبار رسولوف و کانال خواجه باقرغان آماده نشدن این وضع را به ما شرح دهند. ولی دهقانان گفتند که بارها در این مقامات محلی و ولایتی را کوفتند تا این مشکلشان حل گردد. آنها شکوه دارند که برای برطرف کردن زیانشان مسئولان به اعتنایی میکنند. یگان خیلی یاردم نه. همین نلاک تلفن میکنند. سپور میگوند. نه سپوری. سود به میتیم. پرکرور به میتیم. گفته همین گروز خلم میکنند. خلاص. یاردمش هنمین. لیکن آمده یگان تش اینجا به نمی بیاد. تلفن ها ششته دوغا درنگز میکنند که بیا بینگوید. وابشه نمی براد. سال یک حکومت همی نوحیه همی بیاد یخن یست که باشی موبین یست جواب کوب دو سیم گذرونه کنه دخواه مو هم کور میتیم همون پلو سبیل موندر میتیم کم کم برایم سکواش هم باشه گشته پلو تید گوت هم مو روزی حاصل گریم پلو میتیم چنین شکایت ها از دیگر منطقه های مرزی هم میرسند مقامات قرغیز در این رابطه چیزی نگفتند مقامات تاجیک کمبودی آب را اعتراف کرده میگویند برای حل آن با همتایان قرغیزشان گفتگو دارند. و در آخر یک خبر مهم داریم. مکتب رقم 71 در ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه سوخته است. به اطلاع کاربران رادیوی آزادی، حادثه شام 22 ایون روی داد. سبب سوختار تا حال دقیق نیست. مقامات رسما در این باره خبر ندادند. همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و دوام روز به شما اطلاع بیشتر خواهیم داد. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان به قزاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 23 ایون را فرا می‌گیرد. سیومی یونی سال 2016 در دوشنبه تخریب تئاتر روسی دراموی به نام مایاکوفسکی شروع شد. تئاتری که سال 1928 ساخته شده یک مؤسسه مهمی فرهنگی تاجیکستان به شمار می رفت مطابق به نقشه کلی با سازی سیمای شهری دوشنبه تخریب شد. تصمیم مقامات مایه نارضایت بسیار ساکنان تاجیکستان و دوستداران تئاتر گردید. 23 یونی سال 2014 دادگاه عالی ناپدید شدن نظام خان جورایف را تصدیق کرد. رئیس سابق کارخانه کیمیاوی اسفرا و یک شخصی با نفوذ به جنایت‌های اقتصادی از جمله دزدی مبلغ‌های دولتی متهم گردید. قضیه جورایف که بویسی به جوابگاری کشیده شدن ده‌ها نفر گردید تا حال نروشان باقی می‌ماند. 23 یونی سال 2020 در دوره پاندمی کرونا ویروس آثارخانه ملی تاجیکستان نمایش آثار تاریخی را توسط اینترنت براه ماند. این تجربه نادر و پیشرفته برای هنر و فرهنگ تاجیکستان به حساب می رود. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 130 و 100 دلار آمریکایی باشد تا 1091 سومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز این آخرین برنامه نوی در هفته روان بود. سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی نقطه آرگ روزهای استراحت هم با خبرهای تازه در اختیار شماست. تا هفته دیگر خدا یار و یاور شما باشد.